درود به شما همراهان عزیز و همیشگی فروشگاه آسیاون. این ویدیو درباره معرفی و بررسی کامیون نظامی کنترلی سبک آمریکایی هست به نام HGP803A با 4 محور متحرک و 8 چرخ، یعنی به عبارتی ماشین 8 در 8. این کمپرسی RC حرفه‌ای یکی از پرچم‌دارای برند هنگوان تکنولوژی، کمپانی هنگوان تکنولوژی با کلی محصولات RC حرفه‌ای در سطح بالا. مقیاس این ماشین 1/12 و تمام جزئیات مطابق نمونه واقعی خودش توی تراک نظامی همین سبک مثل نمونه واقعی رعایت شده و تمام بخش‌ها چه بیرونی و چه داخلی بابت تزیینات در قسمت‌های فنی توش لحاظ شده که یکی از پرچم‌دارها و محصولات با کیفیت کمپانی هنگوان هست تا امروز که ما این ویدیو رو ضبط می‌کنیم در سال 2023. بریم با هم یه نگاهی داشته باشیم به محتویات جعبه و جعبه گشایی رو انجام بدیم. خب دوستان، میریم تا جعبه گشایی این محصول جذاب رو با هم انجام بدیم. وقتی که شما این کالا به دستتون میرسه، این دوتا جعبه، دوتا باکس توی کارتون محافظ اولیه و اصلی قرار داره که خب من به طبق ترتیب این رو سعی میکنم این جعبه رو اول برای شما باز کنم. یه سری قطعات و لوازم هست اینجا، حتی مربوط به اتصالات یه سری بخش هاست که حالا در ادامه متوجه میشیم. این چند تا آچار پیشگوشتی در مدل های مختلف، سیم فلزی، آچار، اتصالات و این هم یه سری قطعات پلاستیکی که مشخص اینا شل پخش کنه پشت یلگیره شلگیرا. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these f***ing clowns. Hoover up taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. خب من ابعاد جعبه اصلی کامیون کنترلی رو برای شما میگیرم. 78 سانتی متر است دقیقاً طولش. عرض اون 28.5 سانتی متر و ارتفاع 30 سانتی متر و 5 میلی متر. یکی از مزایای بسته‌بندی و جعبه اصلی این کامیون اینه که دستگیری داره برای حمل آسان‌تر، تصاویر و توضیحات خوب و کاملی روی اون داره. مدل کلی محصول درج شده که به نام US Military Truck گفته میشه، سبک کامیون نظامی آمریکایی. مقیاس، تعداد کانال، انعطاف پذیر بودن لاستیک ها، سیستم تعلیق، نوع موتور به صورت آیکون اینجا با توضیحاتش هست. یه سری اطلاعات مهم و اساسی مربوط به خود کامیون هم روی سطح روی جعبه قرار داره. نمونه دیگر این کامیون که بیشتر کشنده هست قابلیتش، باز تصویرش رو اینجا گذاشتن، تبلیغاتی که شما با دیدن اون در صورت تمایل میتونید در مراحل بعدی اگه خواستید از اون کامیون هم بهره‌مند بشید و خریداری کنید در کنار مدل کمپرسی. روی دیواره بسته‌بندی و جعبه کامیون شما تصویر رو دارید، تصویر رنگی و بسیار زیبای کامیون در سایز بزرگ که خب جلوه بسیار زیبایی به بسته‌بندی داده.
توی این قسمت با فونت بزرگ مثبت 20 کیلومتر بر ساعت درج شده که به معنی حداکثر سرعت بیش از 20 کیلومتر است و من باید به این نکته مهم هم اشاره کنم که نباید توقع سرعت‌های بالا از این سبک داشت. این سبک ماشین‌ها و کامیون‌های RC، کشنده‌های کنترلی و کامیون‌های کمپرسی سبک نظامی برای سرعت ساخته نشدن، قدرتی هستند و اینکه این کامیون میتونه به سرعت بالای 20 کیلومتر در دنده سرعتی خودش دست پیدا کنه، یک پوان بسیار مثبت، یک قابلیت، یک ویژگی بسیار عالیه توی دنده سرعتی، چون به شما دو تا حق انتخاب در گیربکس داده، دنده قدرتی و سرعتی. ولی پیش فرض نیاز ما سرعتهایی کمتر از 15 الی 10 کیلومتره. اچ مخفف های گیر هست که 2.95 رو به ما داره میگه ضریب دنده، یعنی به ازای 20 دور موتور در ورودی گیربکس، چرخش 2.95 ورودی گیربکس که از طریق موتور الکتریکی چرخش انجام میشه، ما یک دور خروجی گیربکس خواهیم داشت. در دنده لو گیر هم 38.5 دور ورودی به ما یک دور خروجی میده که خب به تبع چون دور بیشتری در ورودی داریم، برای یک دور خروجی گشتاور بالاتری هم داریم. اینجا هم مقیاس ماشین، تعداد کانال، همون چیزهایی که توی بخش بالایی بود و انعطاف‌پذیر بودن لاستیک و کمک فنر و موتور الکتریکی قوی اون، برند کمپانی هنگوان تکنولوژی هست. مثبت 14 برای سن استفاده هست که باید شما در نظر بگیرید با توجه به حرفه‌ای بودن این وسیله خیلی مناسب کودکان نیست و بیشتر از سنی نمیشه گفت 14 سال به بالا و حتی میان سال و بزرگ سالان قابلیت بیشتری برای استفاده و بازی اون است، بیشتر اسباب بازی بزرگ سالان اطلاق میشه. فرکانس 2.4 گیگاهرتز که فاقد تداخل فرکانسیه، بخش ریموت کنترل اون یک رادیو کنترل حرفه‌ای رو در اختیار شما قرار میده. حالا طرف دیگر رو هم یه بررسی میکنیم. قسمت‌های مختلف در بخش زیربندی رو به ما نشون داده، همینطور جای باتری، اسپید کنترل و یک نمای کلی از ساختار ظاهری ماشین و بخش‌های مکانیکی اون. من یه نکته دیگر رو هم باید یادآور بشم، یک عالمه قطعات آپشن و آپگرید برای این کامیون، هم سبک کمپرسی و هم سبک کشنده وجود داره که شما میتونید جدا خریداری کنید و اون رو به شدت ارتقا بدید تا چند برابر حالت فابریک خودش، چه از نظر قیمت و چه از نظر کارایی ارزشمندتر بشه. خب بریم برای باز کردن و بررسی بخش‌های داخلی و متعلقاتش. جعبه و باکس یونولیتی رو اینجا داریم. ابعاد بزرگ، وزن بالا، کیفیت بی‌نظیر این کامیون نظامی کنترلی در اولین نگاه کاملا مشهود و قابل توجه. بسیار سنگین وزن این کامیون نظامی RC، جزو سنگین ترین مدل های RC توی سبک نظامی در این سایز و ابعاد اسکیل که خب خیلی میتونه چسبندگی عالی به زمین داشته باشه و این سنگینی هم مشکلی ایجاد نمیکنه چون موتور و گیربکس بسیار قوی داره، همینطور سیستم انتقال نیرو از طریق 8 چرخ به اون منتقل میشه. When everybody wants to be king, yeah they all wanna ring, yeah we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean, got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down, I always fought just to wear the crown. خب یه سری از کارهای اولی و مهم ماشین انجام شد که شما بتونید عملکرد و کارکرد اون رو ببینید با توجه اینکه این وسایل حرفه‌ای محسوب میشن. برای راه اندازی اونها
نیاز به یک سری اقدامات اولیه است. چند تا نکته رو من باید یادآور بشم. یکی اینکه این ماشین تو این نسخه